سلام، به رومیز نیوز خوش اومدین. من امیر سلامتی هستم. امروز دوشنبه 25 آبان بهمن ماهه و میخواییم بریم ببینیم که در دو هفته اخیر در دنیای بورد گیم چه خبرهایی بوده. خب بدون فوت وقت بریم سراغ لیست بازی های داغ بورد گیم گیک که خواهیم همونطور که میبینین بازی جدیدی اومده توی لیست فور ساینس لیبرتالیا که در موردش صحبت میکنیم. چند تای دیگه هم هستن که مثلا آیرون فارست و چند تای دیگه که به خاطر کمپین کیکستارترشون اومدن توی این لیست بازی های داغ. اونایی که کمپینشون آخرشه راجبش صحبت میکنیم، باقی هم حالا در اپیزودهای بعدی. اما قبل از اینکه بریم سراغ اخبار، یه خبر اسپانسری تور داشته باشیم. بازی امبرلا اسکای که توی مسابقه قبلی که شرکت کرده رفت جزو فینالیستا، ولی جزو ستای برتر در نهایت نشد، جزو همون 5 تا آخر شد، خلاصه 5 تای اول شد یا همچین چیزی. توی مسابقه آیون اواردز که توسط از گروه سالتکان که جزو برگزار کننده های رویدادهای بورد گیمی هستن و مسابقه شون یه جورایی میشه گفت این در کنار کاردبورد ادیسون، این دوتا مهمترین مسابقات بورد گیم البته و منسا خب یه لول از همینا بالاتره ولی کمتر تخصصیه. آیون اواردز و کاردبورد ادیسون اینا خیلی تخصصیه، توسط خود دیزاینرها در واقع قضاوت جزء داورا هستن و غیره. خلاصه امبرلا اسکای هم جزء فینالیستای بخش لایت کاتگوری کل بازی سبک، دو تا کاتگوری داره، بازی سبک و بازی استراتژی، تو هر کدوم 4 تا برگزیده شدن از بین تمام شرکت کنندگان و امبرلا اسکای هم جزء 4 تاییه که تو بخش لایت کاتگوری در فینال رفتن. تو همین دسته بندی بازی که پارسال برنده شد بازی استیم اپ بود، اون بازی که راجب غذاهای کره‌ای بود، کمپینش هم فکر کنم تو چند تا اپیزود قبل معرفی کردم که خیلی موفق بود، فکر کنم 500,000 دلار جمع کرده بود واسه اولین بازی یک تیم کوچولوی کره‌ای آمریکایی که دارن فعالیت میکنن. فکر میکنم این جایزه خیلی اثر داشت. حالا تو قبلی که رفت تو فینالیستا ولی مقام نیاورد، حالا ببینیم اینجا چی میشه. البته که تا همین سطح هم معمولا ممکنه به اتفاقهای خوبی منجر بشه. خب دیگه بس بریم سراغ اخبار. داغ‌ترین خبر احتمالا این چند وقت اخیر معرفی بازی جدید استون مایر گیمز که خیلی شوکه کننده بود واقعا. یعنی من خودم خیلی شوکه شدم. حالا چیه بازیه؟ به مناسبت 10 سال بازی لیبرتالیا نسخه در واقع یه ذره کوبوندن از نو ساختن، چی میگن، ریدکوریت و آره بازسازی شده نسخه اصلیه. و خب لیبرتالیا یکی از بازی‌های مورد علاقه منه، تو سایت رومیز هم یه مقاله راجبش نوشتم، از اون بازی‌های کاتروت یا گلوبوری، یعنی از در واقع دیگه برخورد مستقیم دیگه بازیکن‌ها با هم و تنوع خیلی زیاد و شالوده ایده کاراکترهای مختلف که در هر بازی تعدادش میتونه استفاده بشه که احتمالاً توی بازی اتنوس تجربهش کرده باشین. اتنوس نسخه فیک فارسیش هم زدن که تو اونم همینطوره، نژادهای مختلفی هستن تو بازی، تو هر بازی تعدادی از این استفاده میشه و این حالتهای بسیار زیادی از بازی رو ایجاد میکنه که هر کدوم یه مدلن، اصلا نوع بازیشون. تو لیبرتالی هم تقریبا همینطوره، یه بازی با تم دزد دریایی در واقع. و حالا این نسخه جدید چند تا عکساش هم ببینیم، با یه آرت خیلی روشن، خیلی آبی، خیلی آفتابی در واقع و البته خیلی هم خانوادگی شده در واقع آرتش. مثلا کاراکترها، حالا اون کارتایی که من دیدم هنوز هی داره خورد خورد گلن جیم استگمانی خوراکشه دیگه، یه بازی جدید که عرضه میکنه خیلی خورد خورد اول مثلا یه تصویر زوم شده از رو کاور میذاره، مثلا حدس بزنین این چیه،
بعد مثلا خود کاور میذاره، بعد اسمش رو میذاره، بعد اجزا رو میذاره، بعد خرد خرد چیزای دیگه‌اش معرفی میکنه. اون عکسی که گذاشته به نظر میاد که کاراکترها تماما حیوانیه اگه اشتباه نکنم. و خب خیلی تغییرات کرده بازی. اولا که تعداد کاراکترها فکر کنم به 40 تا رسیده، 40 تا کاراکتر هست که خب تو هر دست بازی تعدادی از این استفاده میشه و بی نهایت که نه، ولی تعداد حجم خیلی زیادی تکرار پذیری داره بازی. بعد برای روش تای بریکرش، اینکه بازیکن‌ها مساوی میشن برای برداشتن گنج‌ها، اون سیستم حل کردن، یه در واقع ترکری گذاشتن تو بازی. حالا من دوباره این اکثر رو بیارم، این ترکره که رپیوتیشنه، که من هنوز نخوندم ببینم که چی کار میکنه تو بازی، ولی چیز جدیدیه خلاصه، که احتمالا تو این جلو باشی شاید ترتیب نوبت‌ها عوض میشه، یا شاید احتمالا همون تای بریکر قضیه است. چون تای بریکرش قبلا اینطور بود که وقتی کارت یکسان بازی می‌کردیم بر اساس عدد دوم روی کارت تصاویر رو می‌شکست. حالا فکر کنم بر اساس رتبه‌تون تو رپیوتیشن. جالبه. حالا بعد رولبوکش نمی‌دونم داده بیرون یا نه، ولی روش بازی رو همین اخیراً داد که واچ ایت پلید رادنی اسمیت در واقع کار کرد. سولو داره دو نفره، خیلی مثل اینکه خوبی براش چیز شده، که خب تو نسخه اصلی نه سولو داشت نه دو نفره، خیلی مالی بود فکر میکنم اصل بازی، چون بازی به درگیریه و درگیری هم بهتره که سه نفر به بالا باشن. و خیلی بازی جذابی لیبرتالیا نسخه اصلی. حالا ببینین نسخه اصلیش این بود دیگه، تفاوت آرت. آها، یکی از چیزایی که خیلی بحث شده راجبش تو فروم ها این تفاوت آرت، به خاطر اینکه خب این نسخه هم چون ببینین دارکر، خیلی رئالیستی فضا سازیش. البته که به نسبت اون موقع یادم نیست مال چه سال دیگه میشه، 2012 است فکر می‌کنم بازی، به نسبت اون موقع کامپوننت‌ها خیلی پیشتازانه است. یعنی مثلا اینکه برد اون موقع تازه داشت چیز میشد که بردها فرمدار باشن، یعنی میتونن فرمدار باشن، لزوما همه چیز مستطیل نیست. یعنی حتی برد اصلی بازی هم همونطوره. برای اون بازی اون موقع خیلی کامپوننت‌ها خیلی خوب بود، تکمیل بود تقریبا. البته که یو آی بازی همیشه مشکل ساز بود، اینکه کارتای سوختت کجاست، دنت کجاست، ارشد کجاست، کارتی که بازی کردی کجاست، نمیدونم. بعد اونور مثلا اول از صبح بعد عصر بعد شب، از اینور به اونور کارتا که اجرا میشن. در کلا یه به خاطر پیچیدگی مدل بازی که البته یه بار بازی کنی کامل دستت میاد، ولی یه خورده تو یو آی همچنان جای کار داشته و فکر میکنم که تغییرات خوبی دادن احتمالاً تو یو آی بازی. اما به هر حال کامنت های خیلی، حتی میتونم بگم خیلی ناراحت شدن اصلا از این تفاوت آرت، که از این حالت دارک و گلومی رفته به سمت خیلی آرت شاداب و سرحال و آبی و پر نور و حتی میتونم بگم خانوادگی، حتی یه ذره تینیجری. در واقع مدل انیمیشن های تینیجری مثلا کارتون نتورک و اینا سالید و خوشگله، به خود خود خیلی خوشگله، ولی خب قاعدتا کسی که بخواد تو ذهنش با این مقایسه کنه شاید خوشش نیاد. شاید هم یکی از اهداف این بوده که مثلا این قضیه گلوبر بودن بازی رو یکم تلطیفش کنن، نمیدونم. من بعدم نمید، من خوش آمده اتفاقا این فاز دو زریایی هم خیلی دوست دارم. این یعنی این شکل از این چیز مرسومیه در واقع، اصولا مدت هاست که حالا حداقل من تو بازیایی که دنبال میکنم، بازیایی که تم دو زریایی ندارن رو اپ استور و جای دیگه، به سمت همچین سبک آرتی رفتن. به هر حال تصمیمات مارکتینگی هم قطعا موثر، ولی حالا خیلی شاکی بودن خلاصه. واسه خود من بیشتر از همه خیلی دوست دارم بدونم این رپیوتیشن ترک چجوری تو بازی گنجونده شده، کاراکترهای جدید چی کار میکنن، سولوش برام خیلی سواله که چطور عمل میکنه و دو نفرش. کلا پکیج جذابه، احتمالا هم بگیرمش به خاطر اینکه من خود لیبرتالی رو خیلی دوست دارم و خیلی بازی میکردیم و حالا این ترتمیز شد، بروز شده شده دیگه قاعدتا. بله، این از خبر اول. بریم بازی دوم، استلا دیکسیت یونیورس. اینو فکر میکنم قبلا راجعش صحبت کرده بودیم، ولی تازگی ها در واقع ارزش رو دست ریویورها رسیده و دارن نقد ها ازش میاد و اینا. یه بازیه که در دنیای دیکسیت میگذره،
دیکسیت هم حالا اگه آشنا باشید همونیه که نسخه ایرانیش استوجیت هست. در واقع یه بازیه با یک عالم کارت هایی با تصویرهای رویایی و وهم‌آلود و خوشاب و رنگ و خوشگل و یه مکانیزمی که یه پارتی گیمی که روش سوار شده که تو تمام بازی که از این دنیا اومده بیرون که به عنوان دیکسیت یونیورس شناخته میشه اکثرش اینطوری که یه کلمه‌ای گفته میشه، بازیکن حالا بعد اون کلمه رو یا حدس بزنن یا از طریق کارتا پیداش بکنن یا غیر. حالا اصطلاح کمی این سیستم عوض شده توش به این شکل شده که یه کلمه گفته میشه رو، در واقع همه میدونن کلمه چیه و بعد هر کسی یکی از این بورت ها داره و ماژیک باید کارت هایی که به نظرش به اون کلمه ربط دارن رو زب در بزنه هر چند تا بخواد. البته که اگه خیلی زیادم بزنه بعدن براش ممکنه بد بشه، چون کسی که بالاتر باشه تو تعداد کلمه هایی که تیک زده یه اتفاق براش میفته. دقیقا نرسه. حالا قضیه اینه که هدفتون چیه تو بازی؟ هدفتون اینه که کارت هایی رو زب در بزنین تو ذهنتون، در واقع رو پیدا کنید تو ذهنتون، رو زب در بزنین، رو ذهنتون زب در نزنین، که سعی کنین کارت هایی پیدا کنین که بازیکن های بیشتری اونا رو احتمالاً زب در میزنن. هر چی تعداد اشتراکتون با بازیکن های دیگه بیشتر باشه امتیاز بیشتری میگیرید و از اون ور اگه کارت هایی زب در بزنین که هیچ کس علامت نزنه فکر کنم منفی داره یا همچین چیزی. یه سیستم اسکورینگی داره که مثل باقی دیکسیتا یک دو بار بخونی و پیادهش کنی تا آدم یادش بمونه. و خب همونطوری گفتم این قضیه این جلوتر بودن تو اینم هست که احتمالاً تاثیر منفی داره و اونم بر اثر تعداد کارتایی که ضبط در میاد. یعنی اینجوری که همه رو بزنی فکر کنی خب بالاخره اشتراکاتش در میاد دیگه، نه از اونورا منفی هم میخوره. آره خلاصه همچین چیزی. حالا یه ذره از آرتای بازی هم ببینین، خیلی زیباست. و من حالا هیچ وقت دنبال جمع کردن پکیج های دیکسیت نبودم، کلی بکنم سالی یکی یا دو تا چیز واسش دادم بیرون، بعدم یه انیورسری های هر چند سال دادن، ولی واقعا داشتنش مثل جمع‌آوری کار هنری میمونه، اینقدر که زیبان و هر کدوم یک آرتیستی کار میکنه خیلی جذاب. یکی دیگه هم ببینید، شمشیر در چوق شب و روز. من واقعا میشه در مورد هر کدومش کلی صحبت کرد. خب بریم بازی بعدی، فور ساینس که تو لیست داغ‌ترین نام بود. کمپینش آوردن، کمپینش مال حدودا دو سال پیشه و خب چون عکسای بهتر تو بورد گیم گیک هیچ عکس درست درمونی ازش نبود. واقعا اینطور باید باشه. آخه من از سازندش کی بود؟ از گری فاکس گیم سوال میکنم چرا واقعا. اولین نکته‌ای که ممکنه توجه گیمرها رو حداقل جلب بکنه به این بازی اینه که طراح این بازی طراح اسپریت آیلند، که خب یکی از بهترین بازی‌های کوآپ مدرن حساب میشه، که با اینکه پیچیده است ولی بسیار بازی جذابیه و بازیه که هر کسی واقعا نقش داره توی بازی و آلفا پلیر دیگه معنایی نداره و کمبوهای خیلی خفن میشه زد و خلاصه خیلی بازی جذابی و ترکیب عجیبیه از در واقع کوآپ و همکاری و بازی مهارتی. قضیه چیه؟ در واقع تمش هم خیلی تم بروزیه. حالا نمیدونم پوینتر چیز داره یا نه، رو همون عکس فکر کنم توضیح بدم بهتر باشه تا اینکه بیایم تو هاو تو پلیش. حالا هاو تو پلیش یه ذره آروم رد میکنم ببینین. خب دیدین دیگه چیز قضیه اینه که در واقع یه سری ویروس کل دنیا رو گرفتن و شما در تحت نام علم باید این ویروس ها رو خونسا بکنید. چجوری میتونید ویروس ها رو خونسا بکنید؟ با تایل هایی رو برداشتن و گذاشتن، این رو با هم همه میسازیم، یعنی تایل ها رو با هم میذاریم و شبکه های از ویروس های مختلف ایجاد میکنیم. هر وقت دو سر یه ویروسی عین کارکاسون بسته بشه، یعنی مثلا این زرد الان اینجا دو سرش بسته شد، تمام این به تعداد آیکون های اون ویروس که روش هست شما میگیرید و روی این ترکر میرید جلو، سه تا ویروسن آبی و قرمز زرد. خب مثلا اینو الان بستیم، ما یه دونه زرد میریم جلو
مثلا چون اینو اگه ببندیم این قرمز رو روزی اگه خدا بخواد یک دو سه تا تو قرمز میریم جلو. هدف اینه که جمع اینا به 12 برسه، یعنی ممکنه هر سه تاشو ببرین روی 4 به 12 برسه، یکیشو ببرین روی 9 باقی رو ببرین روی 2-1 و اینا مثلا به 12 برسه، هر جوری که بتونی. و خب قاعدتا تلاش بر اینه که تایل های گنده تر که ویروس های بیشتری میتونه خونسا کنه رو رو کنیم، و هر تایلی رو رو کردن یه چیزی میخواد. دو تا منبع هست تو بازی، تلسکوپ، این مثلا دو تا تلسکوپ میخواد، این سه تا تلسکوپ میخواد، و یه چیز دیگه که الان نمیبینمش و معلومم دفترچه است فکر کنم، و یه دفترچه و دو دفترچه. تو قاعدتا این نایاب تره. چه جوری اینا رو به دست میاریم؟ با کارت بازی کردن روی پلیر بورد خودمون. هر کدوم از بازیکن‌ها یه کاراکتر دارن که قابلیت داره و شروع می‌کنن روی کارت بازی کردن. این کارت ها یه شبکه‌ای درست می‌کنه. حالا بیام پایین دیگه. تو این هاو تو پلی. نه. هر کدوم از اینا که می‌ذاریم به این شبکه‌تون اضافه می‌کنه. خب و بعد اینا مچ باشن دیگه، ببین قرمز به قرمز، خط به خط. بعد مثلا این بعدی میاد اینجا، سه تا خط این وسط. و بعد هر کارتی که بازی می‌کنین میتونین بچینینش اجزاشو. الان اینجا زده یه زرد، یه نارنجی، روش یه سبز، یه بنفش، بعد دوباره یه قرمزی. اینو تا هر جا خواستین میرین بالا و بعد میچینین اونو و تمام آیتمایی که توش هست رو میگیرین. مثلا این سه تا تلسکوپ میده، این یک تلسکوپ، مثلا اگه این دوتا رو من بسازم 4 تا تلسکوپ میگیریم که بعد اون تلسکوپ ها رو خرج اون این تایلا میکنیم. این تایلا هم که بچینیم که خب ویروس رو خنثی کردیم دیگه. یه سری هم اینجا کارت این کارت ها چجور برمیداریم؟ از اینجاها برمیداریم که اینا باز خودشون هزینه دارن. خلاصه یه سیستم چیزی داره. ولی دکستریتی خیلی جالبه، یعنی اون چیزی که کارتشو بازی میکنین رو باید بسازین. اینو اصلا یادم رفت بگم که بازی ریل تایمه، همزمان همه، یعنی نوبتی و این حرفا نیست. شروع میکنیم دیگه، یعنی مثلا من تایلو چیز میکنم، بعد این کارت ها رو سعی میکنم، یعنی کارت ها رو میگیرم، بعد میرم سراغ چی میگن مکعب چیدن و اینا، مکعب رو میچینم میرم بالا. اگه موفقیت آمیز بود تایل رو میگیرم، یعنی اون منابع رو میگیرم، منابع رو بگیرم، تایل رو میگیرم، تایلا رو میکاریم، تایلا رو یه همچه چرخه داره. خیلی چرخش باحال بامزه است. شاید اونقدر تماتیک نباشه، اصلا یعنی چی ما یه سری بلوک میچینیم روی هم که مثلا چیه، در واقع انگار داریم مهارتمون رو میسنجیم، نمیدونم. ولی هرچی هست خیلی بامزه است، یعنی همچی که میگمش به نظر میاد خیلی گیم پلی باحالی باید داشته باشه. کمپینش هم خوب موفق بوده نسبتا، به نسبت اینکه خیلی هم بازیه به نظر میاد سر خانوادگی طوره و اینا، ولی خیلی باحال میده. خلاصه جزء بازی داغه و به نظر میاد که احتمالاً بعد خیلی بازی پرفروشی هم بشه به خاطر مدل گیم پلیش. خیلی طولانی داره میشه، من سریعتری داره برم. مایند منیجمنت هم به خاطر در واقع تو بازی داغ چند وقت اخیر بیشتر به خاطر اینکه شاتابان سیدام در واقع یک ویدیویی راجبش ساخت و اونو به عنوان یکی از بهترین بازی‌های هیدن موومنت معرفی کرد. فکر میکنم قبلا راجبش صحبت کردم، الان یادم نمیاد. اما قضیه چیه؟ اول اصلا راجب کمپانی که پشتشه، طراح این بازی جی کورمیر در واقع سالها، شاید بیشتر از 10 سال تو گیم اینداستری بوده، گیم دیزاینر بوده، مثلا جانک آرت او خیلی بازی خوب داره. برای اینکه با هم ببینیم، میریم که با هم ببینیم. آره خلاصه آره این معروفش این The Hall of Mountain King، بلفورت، این بازیه که مال دی اندیه، در واقع از بورد گیم های مربوط به راک پیپر شاتگان، اونیه که بازیه با نمیدونم سری کارای دست داره انجام میشه، سنگ از قیچی طوره، ولی مثل سی مدل کار دست داره. بعد این هر کدوم اسپل هاییه که افسون و تلسمیه که شما میزنید. آره حالا جی کورمیر الان در واقع حدود 2 ساله که کمپانی خودش رو اندازی کرده، بعد از سالها تو برای جاهای دیگه کار کردن و گیم دیزاین کردن و گیم دیولپ کردن به اسم آف د پیج گیمز. و اصلا اون اول هم اعلام کرد که خیلی یوتیوب به درد بخوری هم داره، خیلی آموزشی و اینا، اعلام کرد که در واقع هدفش طراحی بازی هاییه که بر اساس کمیک هستن،
یعنی فقط فعلا میخواد لاینه بازی که برسه کمیک تر میشه. حالا این مایند منیجمنت یکی از کمیکای خیلی معروف و پرطرفداره، نه اونقدر پرطرفدار ولی پرطرفدار، برای خیلی هم شاید شناخته شده نباشه. فکر میکنم در مورد یه قاتل زنجیره‌ای طوره، یه خیلی هم سورئال و حالت روانی طوره، یعنی خیلی توهمیه حال و هوای کمیکه. و شما توی بازی در واقع حالا دیتکتورهایی هستین، کارگاهایی هستین که میخواین اون قاتله رو که پیدا کنین. قاتل مخفیانه روی این بورد حرکت میکنه و بر اساس یه سیستمی شما سعی میکنین اونو پیداش بکنین. و این هم حالا آرت بازی که در واقع بر اساس برگرفته از آرت خود کمیکه. خیلی بازی جالبی به نظر میاد، در واقع سیستمی که شما دنبال اون قاتل میگردین و نحوهی که بهش میرسین یا نمیرسین، یه نفر در واقع در نقش قاتله، باقی در نقش دیتکتور. و به این شکل پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو ببینید، خیلی نکات مثبت و منفیش خیلی خوب توضیح داده. یه سیستم شیفت سیستم داره که من خیلی خوشم اومد. اینجوریه که اگه مثلا ما داریم با هم بازی میکنیم و مثلا من قاتلم و شما هی منو پیدا میکنید تو دو سه سناریو، همش منو پیدا میکنید سناریویه و هی بازی پیشرفت میکنه. اگه به نظرم برسه که من ضعیفم، میتونیم از اون شیفت سیستم یه دسته کارت به کارت من اضافه میشه که منو یه ذره قوی میکنه. بعد اگه شما ضعیف بشین دوره از اون یکی به شما، یعنی هی بازی قوانینی بهش اضافه میشه و به نفع طرفین بالانس پیش میره. آره. خلاصه اینم مایند منیجمنت. بازی بعدی من نمیدونم این چجوری خونده میشه، سورو شاید، که یه بازی ابسترکت استراتژیه که خیلی معروفه و حتی نسخه کامپیوت در واقع ویدیو گیمیش که هست، نسخه وی آر هم حتی اگه اشتباه نکنم داره، میتونیم با وی آرش چیز کنیم. حالا میارم الان ویدیوشو. بازی هم به این شکله که در واقع 2 تا 8 نفره است، تا 8 نفر میتونن بازی کنن و شما تایل بازی میکنین و این سنگتون رو در راستای اون تایل، مسیری که رو اون تایل هست پیش میبرین، یه جوری روت بیلدینگه، مسیر سازیه. اما قضیه اینه که تا ته اون مسیر باید برین، یعنی اگه تایلتون بچسبه تایل یه نفر دیگه که اون به خودش به چند تا تایل بسته، شما تا ته اون مسیر باید برین و اگر بخورین به کس دیگه میبازین. این همچین قوانینی. حالا خبر چیه؟ در واقع نسخه، حالا این هم نسخه که هست که خیلی خوشگله واقعا، نسخه دلوکسی از دیلاکس در واقع از بازی عرضه شده به قیمت 305، البته هنوز نیومده، فکر کنم الان پری اوردر، یعنی 350 دلار، خیلی گرونه. خود بازی که خوب خوشگلم هست مثلا این 40 دلاره، 350 دلاریه. اینا اجدهایی هستن با این دیتیل، بوردتون یه بامبو بوردیه که در واقع باز میشه، تایل ها من حالا دقیق نفهمیدم ولی نوشته که فینیش سنگ دارن واقعا، حالا عکسی هم هنوز خیلی خیلی هم هنوز مشخص نکردن چیزه، ولی حالا اینم اون وی آر است که گفتم طرف داره بازی میکنه، نه سنگ رو داره میبره، فیرت فیرت جرب. آره خلاصه 350 دلار اگه دوست داشته باشین و پولشو داشته باشین، یا فقط پولشو داشته باشین حالا دوست هم داشته باشین به عنوان کالکتور. آره این هم سورو، بازی خیلی محبوبیه. خب خبر بعد مربوط میشه به ریو گرانده، در واقع کمپانی ریو گرانده که خیلی در واقع میگی ریو گرانده، سن خوان و پورتوریکو اولی بازیایی که آدم به ذهنش میاد، در واقع یکی از بزرگترین تولید کنندگان و توزیع کنندگان بازی در آمریکای شمالی، به خصوص بازی‌های خوب اروپایی، بازی‌های یورو گیم، در واقع میشه گفت بانی یورو گیم ها توی آمریکا ریو گرانده است که از سال‌های پیش مشهور. حالا چند وقتی که یک لاینی رو داره در واقع ریو گرانده که بازی‌های تم فضایی و ساینس فیکشن و تمای اسپیس دارن در واقع، که همش اکثرشون دنباله بودن بر ریس فور دی گالکسی، مثلا جامپ درایو و نمیدونم لاست فرانتیرز اگه اشتباه نکنم، و
اخیراً بیاند سان که پیچی در واقع میشه گفت هویترین بازیشون تو این لاین بود که یه بازی تکتری خیلی جذاب، حالا خوشاب رنگ نیست خیلی، ولی خیلی به نظر من بازی نکردم ولی خیلی جذاب به نظر میاد. حالا در راستای همین لاین یه بازی جدیدی در واقع معرفی کردم به اسم اسپیس استیشن فینیکس. خیلی آرت جنریکی داره واقعا، چه سفینه ای آخه. آره خلاصه بازی نکته خیلی جالبی داره، خیلی جالبه نکتش. بازی انجین بیلدینگه ولی به قول خودشون ریورس انجین بیلدینگه. این تو اکثر بازیایی که انجین بیلدینگ هم موتورسازی هستن، تبلیغ چیه توالت چرا این بقید تبلیغش بده، تو اکثر این بازی ها شما از یه موتور خیلی فسقولی شروع میکنین، مثلا دوتا کار انجام میده، بعد یه سری کارت و خرت و پرت و این چیزا میگیرین، موتور هی تقویت میشه، هی راه میفته هی راه میفته، به آخر بازی که میرسه دیگه یه کارخونه شما دارین که همه چی تولید میکنه سرعت بالا و تو اوجش احتمالا تموم میشه یا قبل از اینکه به اوجش برسه که شما آتش دوباره بازی کردن داشته باشین. این برعکس، شما بازی رو با بهترین انجین ممکن شروع میکنی که حالا بازی براتون طراحی کرده، که من هنوز دقیق نمیدونم که برای هر بازیکن فرق میکنه، یعنی یه انجینی دارین که خیلی قویه از همون اول، تولید بالا، کارخونه، و بعد به مرور این انجین از بین میره، قطعاتش از بین میره، داغون میشه، مثل واقعا فکر کنم شبیه سازی ایستگاه فضاییه که به مرور تخریب میشه تا جایی که دیگه میبندنش دیگه، یعنی اعلام میکنن که دیگه این نیستی، کار نمیکنه. و همچین سیستمی بازی، یعنی به مرور اجزای انجین شما نابود میشه و خب میدونید این منجر میشه که شما مجبورین هی نوبت به نوبت که بازی پیش میره چون انجینتون داره داغون میشه، نوبتتون رو هی بهینه تر استفاده کنید تا جایی که اون تهش میرسه که دیگه موتور به فنا رفته، بهترین استفاده رو از اون نوبت آخر بکنید. خیلی به نظر جذاب میاد روی کاغذ، بعد ببینیم که در عمل هم آیا اینطوره یا نه. Space Station Phoenix. بازی بعدی Familiar Tales از Playtat Games که طراح بازی جری هاتورن، از خوبای بازی های استوری تلینگه، که خب معروف ترین بازیش مایس اند میستیکسه که یه بازی دانجن کرال خانوادگیه که کاراکتراش یه سری موش‌های قهرمانی هستن که در واقع وفادارن به اون شاه اون مملکت ولی دارن فرار میکنن و میخوان حیوله ها رو بین ببرن. خلاصه دانجن کرال خیلی جذابیه، الان دیگه یک کم قدیمی به نظر میاد مکانیزم ها و سیستم هاش احتمالاً، ولی سالها جزو پرفروش‌ترین ها بوده و فکر کنم خیلی باعث شده که خیلی کمک کرده به خانوادگی شدن بورد گیم های مدرن و سنگین در جهان. بازی زیاد تر کرده ولی Familiar Tales یکی از بازی جدیدشی که خیلی جذاب به نظر میاد، که آرت جذابی داره، که باز یک بازی کوآپه، بازیکن‌ها کاراکترهایی دارن، این کاراکترها در طی یک کمپین های در واقع چیز باکس های ریویل میشه براشون و قابلیت هاشون تقویت میشه و هدف کلی هم از بین بردن یه سری هیولا و یه سری کوستی که باید انجام بشه. بازی تو صفحات مختلف این کتاب پیش میره و هر تصمیم بازیکن‌ها تأثیر میذاره رو خط قصه. واقعیتش اینه که چیز جدیدی همینجوری به نظر نمیاد بازی داشته باشه جز اسم طراح و البته خب قضیه همیشه سر چیز جدید نیست، سر بهتر شدن وضع موجود هم هست. من دیگه اطلاعات بیشتر راجبش ندارم ولی خب به نظر خیلی از کاورش که معلومه که همچنان جهتگیریش خانوادگیه. خب بخش بازی جدید رو ببندیم با یه خبری که واسه خود من خیلی جذاب بود، کارت کرال که یه بازی موبایلیه که فکر میکنم الان هم مجانیه، حتی یه جاییش مجانیه، هم روی اپ استور در واقع هم روی گوگل پلی، که یه بازی دانجن کرال کارتیه که شما کارت بازی میکنید و باید
توی تعداد حرکت مشخصی تمام کارت ها رو به این در واقع تمام گنج ها رو جمع کنین و گیر مانستر ها نیفتیدی هم چیزی. خیلی بازی میکرد، اقلا خیلی خاطرم نیست. اصلا کلا من این سازنده رو، حالا این اسم یکیشونه، اسم کمپانیشون یه چیز دیگه است، تاینی چی گیمز نه. خلاصه حالا این چیه؟ کارت گار ادونچر نسخه جدید این بازیه که کمپینیه و همینطور در واقع پیش میره. احتمالاً قوانین جدیدی هی به بازی اضافه میشه، ماجراها و اتفاقات جدید. و نکته جالبش اینه که این رو با همکاری یک طراح بورد گیم اخیراً خیلی معروف به اسم متیو دانستن در واقع دارن انجام میدن، که ازش بازی وویجز رو تخت پیش گفتم و با بازی که زیاد داره متیو، و اتفاقا همین یک دو هفته پیش هم اعلام کرد که دیگه داره به عنوان طراح تمام وقت کار میکنه و از پروژه هاش میگه. اگه برین عضو نیوزلترش بشین، پروژه که داره روشون کار میکنه، توییترش خیلی فعاله و من تو توییترش دیدم که در واقع با این تیم داره همکاری میکنه، احتمالا برای دیزاین اون کمپین و سناریوها. خیلی جذاب به نظر میاد. هنوز تو بتا عرضه نشده، ارلی برتوره فکر کنم، ارلی اکسس ببخشید. میتونید برید و تو تیم بتا تستینگ شرکت بکنین، لینکی میفرستن بازی رو نصب میکنین، فیدبک میدین و غیر. خب این از بازی های جدید، بریم سراغ اخبار و حواشی. خب اخبار و حواشی رو با داغ‌ترین خبر این روزها شروع بکنیم. سرمایه گذاری راونزبرگر روی گیم فاوند، پلتفرم کراودفاندینگ. خب گیم فاوند که خیلی راجع بهش صحبت کردیم، که توسط کمپانی در واقع اویکن ریلمز که خودش بیشتر از 20 میلیون دلار بازی روی فکر میکنم روی کیکستارتر در واقع فاند کرده بود و از یه جایی به بعد پلتفرم کراودفاند خودش رو انداخت اسم گیم فاوند، که هم بازی خودش رو میذاره هم بازی های دیگه. خیلی از طرف ناشرهای اروپایی استقبال شد از این کمپین، از این پلتفرم، و خیلی سریع رشد کرد. و چون تخصصی روی بورد گیم داره کار میکنه، واقعا جذاب بود به نظرم بیزنس پلنشون. حالا راونزبرگر با یک سرمایه گذاری 4.5 میلیون دلاری اومده که کمک کنه به در واقع رشد سریعتر گیم فاوند. حالا چند تا اعلامیه، راونزبرگر خودش یه بیانیه داد، آلمانیه البته، نمیدونم گیم فاوند خودش این بیانیه رو داده، ولی حالا خلاصش میشه این که در واقع قرار راونزبرگر این سرمایه گذاریش کمک بکنه که تغییراتی که گیم فاند میخواد همجور به مرور انجام بده برای اینکه این پلتفرم بهتری بشه واسه تولید کننده های طراحان بورد گیم و تولید کنندگان، اون تغییرات زودتر انجام بشه. در واقع یه جور بوستر هستن انگار این راونزبرگر این وسط. غیر از این که راونزبرگر اعلام کرده بود که تو هم بیانیه‌اش که ما سالی نزدیک 1000 طرح بازی میاد دستمون و تعداد خیلی کمیش اینا تایید میشون میرسه. خیلیه واقعا، از 1000 تا فکر میکنم چند تا واقعا بازی میده راونزبرگر، 10 تا 20 تا هستن، بیشتر که نیست. و اعلام کردن که خب ولی خیلی از این بازی‌ها بازی‌های خیلی خوبی هستن که صرفا به خاطر این ما ردشون میکنیم که تو هیچ کدوم از لاینای تولیدات ما قرار نمیگیرن و حالا میخوایم با کمک و حیف میدونیم که این بازی‌ها به تولید نرسن، تأخیر بیفته توشون. هدفمون اینه که با حمایت از گیم فاند تسریع کنیم روند بازی های اینچنینی رو که میتونن کمک بکنن به گسترش بازار، چون اون گسترش بازار در نهایت به نفع خود ماست. چون به هر حال راونزبرگر هیچ وقت به حدی نمیرسه که هر سال بتونه همه اون 1000 تا بازی رو که منتشر کنه، که پس ترجیح میده که از اون 1000 تا اون خوباش بیان تو بازار به هر شکلی شده و بازار رو رشد بدن که به نفع این 20 بازی که خودش میده بیرون هم باشه. و این دلیل حمایتیشه از گیم فاوند. خلاصه خیلی خبر جالبی بود. به نظر میومد که گیم فاوند قراره به زودی یا خریده بشه یا نمیدونم اتفاق اینجوری براش بیفته، که خب این بهترین حالتشه دیگه. بوستیه برای اینکه کارشون بهتر انجام بشه. خبر بعد مربوط به ازمودی میشه.
از مدیر دیجیتال که تمام نسخه های پندمیک رو، نسخه های دیجیتال پندمیک که روی استیم بوده، روی اپ استور بوده و روی جاهای دیگه، همه رو برداشته و یه اعلامی هم چیز کرده که مثلا ما قلبمون به درد اومد که این کار کردیم ولی خب مجبوریم برای نمیدونم بهتر شده. حالا سه سری پرت و پلا گفته که پوینت حرفش اینه که همین که هست. و چرا این کار کرده؟ مشخصه، به خاطر اینکه پندمیک رو الان گذاشتن روی بورد گیم آرنا. بورد گیم آرنایی که خود ازمودی یه سال پیش فکر می‌کنم حدودا خرید. خب وقتی میتونه روی بورد گیم آرنا ازش درآمدزایی داشته باشه بدون اینکه بخواد به کسی درصد بده، خب وقتی میذاره روی استیم، روی اپ استور، کلی باید درصد به اونا بده. وقتی میتونه روی پلتفرم خودش این درصد رو نده، چرا این کار نکنه؟ واقعا خلاصه احتمالاً کم کمک بازی‌های بعدی همین اتفاق براشون میفته، یعنی بازی‌ها رو میذارن روی بورد گیم آرنا، بعد اینور از روی استیم و اینا جمعش میکنن. البته که خب یه ذره عجیبه، چون به هر حال کامیونیتی که استیم داره 100 سال دیگه بورد گیم آرنا نخواهد داشت، ولی باید دید. خبر این خبر نیست، تو فرما بود، برام خیلی جالب بود. ایشون اومده در واقع تمام بورد گیم های آرژانتینی رو جمع‌آوری کرده. قبلا هم اومده بوده توی تاپیک دیگه‌ای ناشرای آرژانتینی رو در واقع لیست کرده بود و 13 صفحه است و تو هر کدوم ببینید دیگه 20 خورده ای هست، یعنی 300 400 تا بازی میشه و اینا دیگه اکثرشون یا اورجینالن یا بازی هایی هن که لوکالایز شدن در واقع و خیلی زیاده. از چیزهای که از ظاهرشون معلومه خیلی مالی نیستن توش هست، چیزهای ابسترکت اینجوری، کلی پارتی گیم و بازی تریویا و از این بازی سوالی و بی سوالی و این چیزها، بازی درست درمونی هم توش هست، یعنی حالا باید وقت بذارید. من یه بار رفتم تو تبت، حواسم نبود که نگه دارم اونایی که جالب بود، ولی بازی خوبم توش هست و مهمتر از همه تعداد این قضیه و اینکه اصلا در این حدی شده که همچین کاتگوری براش باز شده. اخیرا هم خب بورد گیم گیک بخش خبریش خیلی پوشش میده بازی‌های آمریکای جنوبی و کشورهای دیگر رو و آرژانتین رو هر از گاهی می‌بینیم. روبه رشته. خبر بعدی در مورد این مجله جدید پورتال گیمز که احتمالاً دیگه خبر دارین خودتون، مجله مجانیه که حدود 30% مربوط میشه به خود پورتال گیمز، معرفی بازی های جدیدش، مصاحبه با عواملشون و چیزهای از این دست. باقیش ولی چیزهای دیگه است. میگم نکته جالبش رایگان بودنشه. خیلی آرتیکل های باحالی هم تو این شمارش هست، یه تو همین بود با راب دیویو صحبت کردن فکر کنم این بود، دیزاینر دایری همین طراح گوتنبرگ و چیزهای دیگه که دوست داشته باشین میتونین بگیرین از تو سایت خودشون دیگه، portalgames.pl. خبر بعدی این خیلی مسخره است. چیز ظاهرا تو سازمان CIA یه پروژه تعریف شده که آقا بیان یه بازی درست کنین که خطرات صدام حسین و بن لادن رو برای بچه‌ها بتونه توجیه کنه و اونا رو مانع بشه که یه وقت به گروه های تروریستی بخوان ملحق بشن، مثل القاعده فرض. حتی مال 2005 ها، یعنی برای اون موقع هم احمقانه حساب میشه. خلاصه یه طراحی رو میارن که حالا من درست نمیدونم، ولی به نظر میاد که اینطور که نوشته اسم طرف از دانالد لیواین که طراح عروسک جی آی جوه که خب خیلی معروفه اون عروسک و پرفروشه و اینو تحویلشون داده، یه مارپله ساخته بر اساس کلاهای بن لادن و صدام حسین که بچه‌ها نران بعدن چیز بشن. و حالا این 2005 ساخته شد تو CIA، من اون اصلا به کجا هم رسیده فکر نمی‌کنم چه آشغالی هیچ وقت بیرون داده باشن. و حالا الان اومدن اون نسخه رو گذاشتن حراج گذاشتن و $500 هم رفته. داره 500 هم زیادشه واقعا. آره خلاص اینم خبره.
خیلی بیمزه، مزخرفه. خب اینم از اخبار و حواشی با طولانی شد چقدر. بریم سراغ کیکستارتر. خب کیکستارتر رو با این کمپینر رو حیف اومد الان زارجوش صحبت نکنیم، با اینکه هنوز 20 روزش مونده هند تو هند وامبت و خب رقم هم رو هم که دارین، اما اصلا این بازی که این پروژه جدید طراحان اکسپلودینگ کیتنز، خب که میدونین اکسپلودینگ کیتنز که اسم شرکتشون هم دیگه همون موقع شده اکسپلودینگ کیتنز، این در واقع میشه فکر کنم آره دیگه این چهارمی پروژه شونه. نمیدونم بعدا رکورد شکسته شد یا نه، ولی رقم 9 میلیون دلار رو روی کیکستارتر زد که اصلا عجیب غریب بود. و یه ویدیویی هست که در واقع اینا راجب قبلش و اینکه چجور شروع کردن و اصلا این موفقیت چطور حاصل شد و خودشون چطور شوکه شدن و بعد چطور استودیوشون رو گسترش دادن. حالا این بازی جدیدشونه، خیلی ایدش بامزه و باحاله. قضیه اینه که بذاریم بیارم، بعد پرزنتشون هم که عالیه. قضیه اینه که بذار بخوام اینم که اون عکس ها بهتر نشون. آره بازیکن ها دو تیم میشن، خب دو تیم نه، در واقع یکی از بازیکن ها میشه بد، بقیه خوبن. این کارت پخش میشه اول بازی، همه نقششون رو میبینن، بعد همه چشماشون رو میبندن و باید این بلوکا رو بچینن توی این چیزا چیه؟ همین پایه ها، خب از بزرگ به کوچیک. اونی که بده در واقع خراب کاره باید چیکار کنه؟ اون باید خراب کنه در واقع. خب همه این کارا رو میکنن اینا، بعد از یه تایمی همه چشمشون رو باز میکنن و میگن که حدس میزنن که کی در واقع بد بوده و اگه درست حدس بزنن اون حدس میشه. همچون بازی ادامه پیدا میکنه تا مثلا یه نفر بمونه فکر میکنم، حالا تاشو نمیدونم، ولی مثلا اینجاست که خیلی باحاله. یعنی شما تصور کنید چشتون رو بستین و کورمال کورمال، اگر خرابکارین بعد خیلی آروم تلاش کنین به هم بزنین، چون اگه بفهمن که شما دارین بلوکو در میارین یا میخواین بریزین یا چیکار کنین بهتون مشکوک میشن، میفهمن دیگه. از اون ور مثلا خیلی مثلا بقیه هم باید حواسشون باشه، هم بلوکا رو بذارن مثلا با یه دستم باید این کارو کنی چشتو بگیری. خلاصه خیلی ایدش باحاله، خیلی بامزه است و در واقع بیشتر یه جور بیشتر از اینکه بازی باشه، بازیه واقعا، ولی بیشتر یه فعالیت مشترک و خیلی به اسباب بازی نزدیکه، خیلی خوشگل و جذابه و فکر میکنم خیلی موفق باشه. پرزنتشون هم حتما ببینید، خیلی درجه یک واقعا. مثلا نحوهی که بازی رو تو دادن، این ویدیوشون کلا خیلی جالب. خب تا همین الان ببینید دیگه چقدر حمایت شده. البته که خب به نظر میاد که اون رکورد رو دیگه قرار نیست بزنن، این تهش حالا به 1 میلیون یا 1 میلیون خوردهی برسه. اون خیلی عجیب بود دیگه واقعا اکسپلودینگ کیتنز. ببینید واقعا بازیه با یک کادر قابل توضیحه. چشتون ببندین، اینا رو بسازین، بعده میخواد خراب کنه، رأی بدین که کیه. خب بریم کمپین بعدی، سیز آف هواک، که یه بازیه با تم دوزدریایی، دک بیلدینگ و ورکر پلیسمنت. خیلی آرت خوشایندی داره و در واقع شما یه کشتی رو دارید در سطح دریا سفر میکنید، کلا تیپیکال بازی های دوزدریایی دیگه. جنس میتونید از این ور به اون ور ببرید، میتونید خدمه جدید بگیرید، با کشتی های دیگه بجنگید و کارهای از این دست. ولی خب نکته جذابش واقعا یه بخشیش آرت و تصویر سازیشه. تریجر باکسشه؟ من دنباله
know how to play شم. آره. همونی که گفتم در آها نکته باحالش اینش دیدم اصلا جرب شد، سیستم کارتش، سیستم کارت بازی کردنش خیلی تکتیکال و باحاله که در واقع نوع حرکت کشتیتون و اکشن هایی که میتونید بزنید رو اون کارت هست. این کارت بازی میکنید مثلا در این جهت میرین یه حمله هم میتونید بکنید، یه همه چیزی. ها افتر این مال این نبود، چون یه بازی دو دریایی دیگه هم الان روی کیکستارتر هست به اسم کپتنز لاگ که اون خیلی خیلی هیولاتوره، یعنی در واقع فوریکس تو میتونید بچرخید حالا اوپن ورلد در واقع. اون چون هنوز وقت زیاد داشت دیگه معرفی نکردم. اون یه سیستم کامبت خیلی بامزه‌ای داره که حالا دفعه بعدی شالا راجبش صحبت میکنیم. این هم از سیز آف هواک. بازی بعدی به نظرم خیلی موفق اوسشیا از یک ناشر ژاپنی است که در واقع به قول خودش با الهام از بورد گیم تراجان ساخته شده، ترایان، که خب میدونید اون بازی یورو گیم یک مار اشتفان فل که سیستم اصلی بازی مانکالاتوریه. شما این دیسکاتون رو در واقع میچرخونید، جایی که تموم میکنید مثلا اکشن اونجا رو میتونید انجام بدید. این هم همون سیستم رو داره، اما به نظر میاد که تبدیلش کرده به یک روت بیلدینگی و خیلی آرت متفاوت و جذابی داره. خیلی خوش آمد. این همون سیستم مانکالاشه که احتمالاً شما میچرخونید و یه سری اکشن میزنید. جالب به نظر میاد کلن پروڈاکشناشون و لاین کارشون خیلی جالبه. چقدر گرافیکش خوشاینده واقعا. من خواهم برسم به جای که بازی دیگهشون رو هم عکسشو گذاشته. هیچ جا نذاشته آینا. آره. از همه یه شکل ثابت عکس مثلا اکواگاردن بعد این ایج آف هانتینگ. چقدر آرتاشون خوشایند و جذاب. آخه پکیجش آدم داشته باشه برمن سپرو. آره دمشون گرم. این هم از این کمپینه. و در نهایت پرپل هیز که روی گیم فاند گذاشته شده، یه روز ازش مونده فکر میکنم. بله بد نیست رقمش ولی باز کمه. یعنی من فکر میکنم که گیم فاند خیلی باید روی این قضیه کار بکنه که سطح کلی رقمش بیاد بالاتر. یه بازی در واقع اسکواد بیس، در واقع شما جوخه های مختلف دارین، وار گیم توره و تمش هم تم جنگ ویتنام. شما باید جوختون زنده بمونه در نهایت، یعنی زنده در بیاد از اون جهنم ویتنام به قول خودشون. در واقع شما با حرکت بکنید ایونتی رو میشه که اون ایونت ممکنه آستانه خطر رو بالا ببره یا پایین بیاره و بعد میتونید درگیر بشید با نیروهای دشمن که با تاس انجام میشه کامبتش. بعد ممکن نیروهاتون از دست بدید اعضای جوختون رو. یه همچین سیستمی داره. خیلی من متوجه نشدم که جذابیت اصلیش کجاست، ولی خب خیلی داغه دیگه، الان خیلی بازی داغی حساب میشه. تو هاتنس بورد گیم گیک هم بود به این شکل. خب اینم از اپیزود جدید رومیز نیوز. ممنون که همراهی کردین منو و ممنون که رومیز نیوز رو به دوستاتون معرفی میکنین، کسی که علاقمندن به اخبار بازی رومیزی. اگر همچنان خبری رو اشتباه گفتم، خبری بوده که از دستم رفته، لطفاً تو کامنت ها بگین و اینم بگین که کدوم بخش براتون جذاب تره، یعنی یا کدوم بازی که بهش اشاره میشه یا کدوم خبر براتون جالب تر بوده. خوب خوش باشین تا اپیزود بعدی. خدا نگهد.